مرسی که با ما هستی. ما آماده سرپا گوش هستیم که گوش کنیم به پرزنتیشن جالب تو و بعدش با هم دیگه کیوان میخواییم داشت. مرسی مینا جا. من یه ذره به معذرت خواهی کنم، خیلی دقیقه 90 شد، من اینو نشد تست بکنیم ولی الان من شیر اسکرین میکنم، امیدوارم همه چی خوب پیش بره. فقط اگه نمیشه شیر کنی به من بگید. باشه من بذار شیر اسکرین کنم. آم فکر کنم باید منو اینیبل کنی، زده هست دیسیبل. فکر کنم الان بذار الان. آها الان فکر کنم درست شد. خب همه الان فکر کنم صفحه منو ببینی. میبینین الان اینا صفحه منو؟ بله بله. خیلی خوب. خب من اول سلام کنم به همه بچه هایی که اینجا هستن، یه سری رو میشناسم، یه سری دوستان رو ندیدم قبلا. امیدوارم همه تون سلامت باشین تو این روزایی که با این داستان کووید و اینا مواجهیم، همه سلامت باشن. یه ذره میگم دقیقه 90 شد نتونستیم تست کنیم، ممکنه بعضی اسلاید ها که ویدیو داری یه ذره چیز شه با مشکل مواجه شه، ولی امیدوارم که با همه اینا لذت ببرین از این موضوع. من همونجور که مینا گفت با بچه ها بودم تا همین می گذشته تو آیسا و بعد اون اومدم جا به جا شدم تگزاس، اینجا یه استارتاپی رو شروع کردیم که حالا توضیح میدم براتون کارمون اینجا چی هست، شروع چه موضوعی کار میکنیم و یه جورایی تون دوره دکترا چجوری کارم منجر شد به این استارتاپ. و بعد حالا بیشتر ارائه حول تکنولوژی که روش کار میکنیم، ولی سوالات بیشتر راجع به این که چجوری شد که وارد این مسیر شدم و اینجا چه مشکلات و مسائلی مواجه شدیم و الان وضعیت چطوره رو بعدا میتونیم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم خودمون. این طرف ارائه امروز یه جورایی راجع به پینت سه‌بعدی، یه جورایی راجع به بافتای مصنوعیه، ولی همش محوریت شکل‌دهی به ماده توسط نوره. یعنی پینت سه‌بعدی به شکلی که شما با نور به مواد حساس به نور هندسه خاصی رو منتقل کنید و بعد از اون یه فانکشن و کاربری خاصی رو بخواید بگیرید، که چند تا تکنولوژی رو که الان حالا چه تو شرکت ما چه تو این مدت زمانی که روی این پروژه کار شروع شده ما تجاری کردیم و من یکی یکی براتون معرفی میکنم و راجبش صحبت میکنیم. مسئله تولید بافت، من فقط یه سوالی کوچیکی رو من اینا بپرسم، این الان این باری که سمت راست صفحه است جلوی شما رو میگیره یا نه؟ چون من خودم اینجا خب خیلی عالی تصویر رو کامل میبینین، حاشیه و اینا رو خیلی خوب باشه. خب این موضوع تولید اعضای مصنوعی یا بافت مصنوعی موضوع جدیدی نیستش، حتما شنیدیم قبلا، خیلی هم راجع بهش صحبت میشه. یه جوری که خسته کننده شده، یعنی انقدر تو این چند دهه اخیر راجع به این حرف زدن و هی قول و قرار دادن که این قراره که اتفاق بیفته، چجوری اتفاق بیفته، که یه جورایی دیگه از چیز افتاد. بعد این مدتی، یعنی تقریبا الان 60 ساله که این داره به شکل جدی بهش نگاه میشه. آرزوی ما اینه که الان صفای خیلی طولانی هست برای اهدای عضو، که تعداد افرادی که تو انتظار این صفا میمیرن و جونشون رو دست میدن خیلی بیشتر از اوناییه که در نهایت عضو بهشون میرسه و میتونن جون سالم به در ببرن. آرزوی اینه که واقعا یه جوری بشه که هر کسی نیاز داره به عضو همونجا به فرصت در اختیارش باشه، ولی واقعیتی نیست. یعنی خیلی دردناکه وقتی فکر میکنین که شما، حالا مستقیما این نیست که یه بافت فیل بکنه و شما بمیدین، ولی تاثیرش رو اعضای دیگه به مرور افراد جون خودشون رو از دست میدن. خیلی دردناکه که تو انتظار این که بهتون برسه اون عضو، شما سالهای سال باشین، هر ماه، هر هفته، هر روز چک بکنین و آخرش هم نتونیم به اون بافت برسین و جونتون رو از دست بدین. ولی خب پیچیدگی این قضیه چیه؟ چرا نمیشه به این برسیم؟ چرا این همه تلاشایی که اتفاق افتاده به جایی نرسیده؟ خب پیچیدگیش به خاطر دوتا مسئله است.
یکی این که بافتای بدن ما بسیار نرم و انعطاف پذیرن. دلیل این هم اینه که سلولا باید بتونن توی این فضای بافت جابجا بشن، مهاجرت کنن، همدیگر پیدا کنن، تشکیل شبکه و بافت بدن. یعنی برای اینکه بتونم بگم چقدر نرم و انعطاف پذیره، مثال میزنم. مثلا بافت قلب ما حدود 10 کیلوپاسکاله، بافت مغز ما حدود چند صد پاسکاله. این توپایی که دیدیم، توپای اسباب بازی، مثلا اینا حدود 100 مگاپاسکاله انعطاف پذیری یا الاستیسیتشون. یا مثلا این مارشملوایی که تو پیش زمینه میبینی 30 کیلوپاسکاله، یعنی 3 برابر مثلا بافت قلب سخت بوده مارشملو که مثلا چقدر. یا مثلا ژله، تازه ژله چند مرتبه از یه جای نرم مغز سختیش بیشتره. تا شما با یه همچین موادی باید مسئله شکل‌دهی و تولید رو حل بکنید و در این حال هندسه‌هاتون هم هندسه‌های پیچیده. یعنی اگه فقط قالب‌گیری ژله بود، خب شما میگفتین ما اینو داریم، الان هم یه چیزیه که حل شد. و این مشکل اینه که شما باید هندسه‌ای که با اینا تولید میکنین از این جنس باشه، از جنس رگ و مویرگ باشه. یعنی همه جای بدن ما این شبکه‌های مویرگی هست و این مویرگ‌ها تا حد ضخامت 10 میکرونی، یعنی تقریبا 1/10 ضخامت موی سر یا برقه کاغذ، ضخامتشون کوچیک میشه و انقدر تراکم اینا بالاست که شما مثلا حد اکثر سلول رو میبینین تو فاصله 1-2 تار مو از یه مویرگ قرار داره تو اکثر جای بدن. یعنی این تراکم شبکه مویرگی توی همچین ماده نرمی، گره خوردگی این دوتا با هم میشه در واقع یه معما، یک در واقع چالنج خیلی بزرگ، چالش خیلی بزرگ برای فرآیندهای ساخت. یعنی معمولا این دوتا کاملا مقابل همه. شما یا یه هندسه خیلی ظریف میخواید توی هندسه خیلی ظریف توی ماده خیلی سخت میخواید دراری، یا یعنی که اگه ماده خیلی نرمه شکلی توی ابعاد و ظرافت بالا بسیار کار سخت میشه و این دوتا هیچ وقت با هم جور در. اما چرا ما فکر میکنیم که تونستیم بعد این همه ادعایی که شده توی این همه سال، ما حس میکنیم تونستیم یه راه حلی برای این پیدا بکنیم و به اون فرایند ساخت ایدئال برسیم؟ اینو قرار امروز براتون توضیح بدم تو صحبتم. خب اول بزنید یه نگاه بکنیم فرآیندهای ساخت سنتی چه شکلی هن، ایراد کار چیه. ببینید اینا نمونه هایی از فرآیندهای مثل قالب‌گیری تزریقی، مثل شکل‌دهی فلز از طریق مثلا میلینگ یا مثلا ماشین کاری و مثلا حتی روش های پینت سه‌بعدی که مثلا شما این نازل داریم و ماده از توی این نازل تزریق میشه، یا مثلا روش هایی که حالا بیشتر من راجع به این روش رزین بیشتر با اتون صحبت میکنم، یا مثلا قالب گیری. اینا روش های متداولیه که شما میایین به پلاستیک یا فلز یا پلیمرهای نرم شکل میدین. مشکل این روش ها چیه؟ این که شما یک برهمکنش فیزیکی با مادتون دارید، یعنی ماده رو لمس میکنین، شکل میدین بهش و این چون از جنس فیزیکیه محدود میکنه خواص موادتون. شما اگه ماده داشته باشین خیلی سخت مثل الماس سخت بشه به شکل بدین، در این حال اگه ماده داشته باشین خیلی نرم چون خیلی انعطاف پذیره باز به یه شکل دیگه سخت به شکل دیگه به. اگه یه ماده داشته باشین ویسکوزیته و لزجتش خیلی زیاد باشه مثل عسل یا مثل خمیردندون، تزریقش سخت میشه. خب اینا چون شما میخواییم به شکل فیزیکی به اینا شکل بدین، کارتون سختتر و سختتر میشه، چالش بیشتری داره. اما اگه شکلی از فرایند رو داشتیم که بدون تماس مستقیم با این اجسام میتونستیم بهشون شکل بدیم، مثلا با نور، با امواج الکترومغناطیسی، اون وقت ما نگران خواص فیزیکی و مکانیکی مواد نبود. و کل ماهیت این روش هایی که امروز باهات صحبت میکنم راجبش همین هست. یعنی ما یه سری مواد داریم که اینا حساس به نورن، یعنی شما وقتی نور رو به اینا میتابونین فرم اینا از حالت مثلا مایع و رزین به حالت جامد و پلیمری در میاد. و ما از این مواد و از در واقع تابش
یک نور منسجم و به شکل آراسته شده، حالا ترجمه خوبش رو نمیتونم، یه نوری که شما بهش پترن دادین، یه الگو دادین به نور، میایم و یک هندسه های دلخواهی رو توی اینا به وجود میاریم. که حالا من بیشتر روش رو که بگم متوجه میشیم. خب پس من یه مقدمه حالا راجع به پینت سبودی بگم که چرا روش پینت سبودی تا حالا جوابگو نبودن و چرا این متفاوت. اکثر روش پینت سبودی یا پینترهایی که تا حالا دیدین از این جنسیه که شما یک پلاستیک رو دارین که این پلاستیک رو مثلا ذوبش میکنین یا یه مثلا رشته پلاستیکی دارین که اینو ذوبش میکنین و اینو انباشته میکنین روی سطح و همینجوری نقطه به نقطه شما سطح رو اسکن میکنین و یه لایه رو انباشته میکنین میرین روی لایه، بعد دوباره اون نازلتون باید بیاد این سطح رو جارو بکنه و همینجوری لایه هندسه رو بسازید. خب این روش خب ما اصطلاحش این صفر بودی به این معنا که شما یک نقطه رو تو هر واحد زمان انباشته، خیلی کنده و قطعاتی که بیرون میاد خیلی به لحاظ انسجام مکانیکی و یک نواخت بودن خواص و جهات مختلف مشکل دارن و جدای از اینکه خیلی کنده و لایه‌ای هستش، اگه یک هندسه رو بخواییم با ماده خیلی نرم تو این پیاده سازی بکنین، در حین ساخت این میتونه بیفته رو وزن خودش، یعنی شما همجور که داریم میسازیم میریم بالا این میتونه کلپس بکنه. یه روش دیگه روش های مثلا اینکجته، خب که شما یه خط رو در یک واحد زمان انباشته میکنین، یعنی مثل پینترهای جوهرافشان اگه دیده باشین یک آرایه نازلا دارین که اینا میان یه خط رو انباشته میکنن و باز به شکل فرند قبلی ولی این بار به شکل یه بودی لایه لایه اینو میاد میسازن. اما این دوتایی که من الان راجع بهش میخوام صحبت کنم، یکی بر اساس لیتوگرافیه، یعنی شما یک رزین دارین، یه مایع حساس به نور دارین که این مایع حساس به نور رو شما یک پروژکتور رو استفاده میکنین و یه تصویر رو میایین به شکل یه تصویر دوبعدی توی این منعکس میکنین و جاهایی که این نور رو دریافت میکنه ماده تبدیل میشه به جامد، اون جایی که دریافت نمیکنه مایع میمونه و شما میتونین یک لایه کامل رو با این تصویر دوبعدی پلیمر کنین و بعد این یک استیج رو بیرون میکشه و الان همونجوری که نشونتون میدم تو ویدئوهای استاید بعدی این به تدریج لایه لایه ساخته میشه. و این روش دیگه هم که جدیدتر هستش و بیشتر راجع بهش صحبت میکنم ساخت سه‌بعدی حجمیه که این یه ذره پیچیده تره، ولی ایده این اینه اگه به جای این لایه‌ای بودن اصلا بتونیم کلا یک جا حجم جسم رو بسازیم، به این معنا که دیگه این متشکل نباشه از سه لایه، یک جا شما بتونین هندسه رو تولید کنین. و میگم که خواص این چیه، اما مهمترین چیز اینه که سرعتش خیلی بیشتره و دیگه شما اینجا بین لایه‌ها آرتیفکت‌ها و در واقع نقایص بین لایه‌ای رو ندارین که باعث شکست و از بین رفتن این میشه. خب حالا یه ذره اول راجع به اون دو بعدی صحبت بکنم. این انیمیشن که بهتون نشون بدم خیلی واضح تر میشه، ولی خیلی ساده به این شکله که شما یک مخزن دارین اینجا که توش این رزین رو میریزین و این رزین همون مایع حساس به نوره و با پروژکتوری که دارین یه تصویر دو بعدی رو اینجا میتابونین و این تصویر دو بعدی گفتم اون جایی که حساس به نور هست، اون جایی که شما تصویر در واقع یک هستش یا به اصطلاح نور داره، این ماده حساس به نور تبدیل میشه به جامد و جایی که نور ندارین و تاریکه شما این به شکل مایع میمونه و در نتیجه میتونین با هر پترن دلخواه دو بعدی، هر الگوی دو بعدی میتونین بیاین به لایه های این شکل بدین و همینجوری که میسازین یه لایه رو این پلتفرمتون میاد بیرون از این و بیرون میکشه هندستون رو از این مخزن مایع و به این ترتیب همینجوری لایه لایه این حجم رو ساخته میشه. این ویدیو اگه حالا امیدوارم درست پخش بشه، اینو اگه نگاه کنین داره نشون میده چجوری این پروسه کار میکنه. من یه بار دیگه اینو بذارم از اول. اینجا نور از یک LED میاد خارج میشه و بعد اینکه از چند تا آینه و لنز میگذره میخوره به این صفحه.
خب این صفحه متشکل تعداد خیلی زیاد آینه ریزه که این آینه ها تعیین میکنن که نور رو منتقل بکنن یا نکنن و شما اینجوری تصویر دو بعدی رو از پروژکتورتون میگیرید. این تصویر بعد منتقل میشه به اون مخزن ساختتون و همینجوری لایه لایه شما هندسه رو میسازید و میکشیم بیرون. لایه‌ایه به این معنی شما مجبورین تو هر مقطع زمانی یک لایه رو تولید کنید و اینو بکشیم بیرون و این پترن تصویری که میبینید تو پروژکتور مرتب داره تغییر میکنه. پس این روش خیلی ساده عملکردش به این شکل هست. خب دوباره اینجا داره نشون میدون حجم چجوری میکشیم بیرون و این تولید میشه. و این پینتری که ما تو شرکتمون ساختیم و قادر هست که خیلی هندسه‌های به نسبت پیچیده‌ای رو تولید بکنه، یعنی شما هندسه‌های متخلخل رگایی با مثلا ابعاد 100 میکرون رو میتونیم با این تولید بکنیم تو حجمی به اندازه مثلا تقریبا دو بنده انگوش، یعنی حجم خیلی بزرگی نیستش ولی خب ظرافت و دقتی که تولید میکنه در حد مثلا یه تارمون سره، یعنی در حد 100 میکرونه. و اینا یه سری از اون هندسه هایی که در واقع ما تولید کردیم که چندین تا شبکه مویرگی رو در هم تنیده توی این ژلا شما میبینید. یه چیز دیگه که اینجا تو کاور این مقاله ساینس اومده این نمونه که از یه لوب شش تولید شده. خب و اگه دقت بکنید حالا تو این ویدیو باز خوب نشون میده، کاری که داره میکنه اینه که این داخلش یه مخزن هوا هستش که داره این اکسیژن رو تزریق میشه توی مخزن هوا و همینجوری داره اون مویرگایی که تو جدار این هستن رو با اکسیژن در واقع سیراب میکنه، یه جوری که شما خونی که داره وارد میشه اکسیژنش دیگه به صفر رسیده و این نفوذ اکسیژن از اون مخزن داخلی باعث میشه لول اکسیژن این بره بالا و خارج بشه. دقیقا همون کاری که شش ما انجام میده، یعنی تو ششای ما کارشون اینه که خون رو میان اکسیژنیت میکنن، یعنی اکسیژن خون رو تامین میکنن. و این هندسه‌ای که اینجا میبینید خیلی هندسه کوچیکه، تو ابعاد یه سکه است. خب ما یه چیز حدود چند ده هزار تا از اینا رو باید بزنیم کنار هم تا بشه یه شش. خب پس ما در واقع خیلی مسیر پیچیده‌ای داریم پیش رومون و من الان میخوام بهتون بگم که توی این مسیر ما چه گام ببریم، چون قطعا با این روشی که الان گفتم نمیتونیم به اون دقت برسیم چون پروژکتورهایی که داریم اون دقت ندارن. این اون ابعادیه که ما میخواییم، یعنی اگه یکی از اون واحدها رو یادتون باشه ما یه چیز حدود چند ده هزار واحد اینجوری کنار هم به شکل خوشه‌ای میشه اون چیزی که تو قفسه سینه ما قرار داره. و ابعاد این اونی که بهتون نشون دادم اون کوچیکه 14 میلیمتر بود، این 140 میلیمتر. و بعد اگه دقت اون 50 میکرون 100 میکرون بود، اینجا دقتمون 3 میکرون باید باشه که بتونیم توش یه رگ و مویرگ 10 میکرونی داره. و در نتیجه اگه بخوایم ابعاد این مکعبای کوچیکی که تو فضای ما کوچکترین واحد تولیدی ما رو توصیف میکنن بخوایم در نظر بگیریم، تو اون پرینترهای متداول روزمره ما حدود گیگا واکسل، واکسل منظور چه شما پیکسل رو میدونین به چی میگن، مربعای کوچولویی که تصویر دو بعدی بهش تقسیم میشه، واکسل میشه مکعبای کوچولویی که حجم سه بعدی بهشون تقسیم. تو فضای پینت سه بعدی ما از این ادبیات استفاده میکنیم، یعنی مثلا میگیم یک گیگا واکسل رزولوشنش هست، یعنی این تعداد واحد توش در واقع جا میشه. گیگا واکسل چیز نرمالیه که توی پینت سه بعدی امروز در واقع مرز تکنولوژی اونجاست. ما ابعادی که نیاز داریم تراواکسله، یعنی 1500 گیگاواکسل شما نیاز دارین که یه شش رو تولید کنید و این در واقع به راحتی به وجود نمیاد با پروژکتورایی که الان دارید. خب به خاطر همینه که این خیلی چالش بزرگی. حالا ما چجوری این کار رو قرار انجام بدیم؟ این پینتریه که الان داریم روش کار میکنیم، پینتریه که ما فقط تو ابعادی که در واقع دو سه تا از این به صورت آزمایشی تولید کنیم برای
مشتری خاصی که در واقع این رو میخواد داریم تولید میکنیم و خیلی تجهیزات خاصی توش هست، یعنی هزینه میلیون دلاری داره و این در این حال تکنولوژی که داره خیلی حساسه به کوچکترین تغییرات، چون اپتیک این هستش که پیچیده هست. حالا من بیشتر توضیح میدم ولی نمیتونم خیلی اطلاعاتی راجع به خود این پرینتر بدم، چون ما یه ماه دیگه این رو تازه میخواییم رونمایی بکنیم، ولی کاری که میکنه، من اصول کارش رو میگم بهتون. بزرگترین چالشی که دارین تو تولید یک هندسه به این بزرگی اینه که شما فرض کنین اینو معلق از این پلتفرم پرینترتون بکشین بیرون، همینجور معلق آویزون باشه. و شما یه چیزی مثل یه شش به اون بزرگی با اون انعطاف پذیری رو اگه بخواین آویزون بکنین بکشین بیرون، همین وزن خودش که اینو معلق میکنه انقدر تغییر فرم میده بهش که اصلا فرآیندتون مختل میکنه. و جدای از این قضیه، یه پروژکتور عادی که این تصویر دو بعدی رو بخواد ایجاد کنه ماکسیموم در حد مثلا 3-4 یا 10 مگاپیکسل تصویری است که تولید میکنه. ما اینجا یه چیز حدود 120 مگاپیکسل تصویر میخواییم که واقعا هیچ سنسور DMD پروژکتور این کار رو انجام نمیده. پس ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم این روش رو تغییر دادیم اونجوری که به کارمون بیاد. اومدیم وارونه کردیم موتور، یعنی نور رو از بالا میتابونیم و اینجا پلتفرممون همینجوری قوطه‌ور میشه و داخل رزین کشیده میشه و به این شکل اون حجمتون درون اون مایه یه جور شناور میمونه، یعنی شما وقتی اون رو میکشیم پایین دیگه وزنشون رو کلپس نمیکنه. اتفاقی که میفته اینه این نیروی شناوری ارش میدوسین رو نگه میدارن همونجوری که میاد پایین. و بعد نکته دیگه هم که هست اینه، یه نوآوری رو استفاده کردیم که به جای یه پروژکتور عادی ما تاثیر پروژکتور رو جارو میکنیم روی یه سطح، مثل اینکه شما یه قلمو بگیرین دستتون و الان من نشونتون میدم به چه شکلی هستش، یه صفحه رو بیاین رنگ بکنین، ما میایم تصویر پروژکتور رو جارو میکنیم روی سطح که بتونه تصویر خیلی بزرگتر ازش بگیریم. این دوتا تغییر به این شکل. حالا من اون جارو کردن رو اول نشونتون بدم به چه شکلی صورت میگیره. این یه مکانیزمی هست به اسم گالبو که کاری که میکنه اینه یه تصویر رو با استفاده از دوتا آینه میتابونه روی یه نقطه خاص و تغییر زاویه این دوتا آینه میاد تصویر رو میتونه محلش رو تغییر بده. این ویدیو فکر کنم قشنگ میتونه نشون بده بهتون. این تکنولوژی که ما استفاده میکنیم که با این دوتا آینه سطح رو اسکن میکنیم، در واقع با اون اینجا چیزی که میبینیم یه لیزره، فقط یه نقطه است، ولی ما کاری که میکنیم اینه که یه تصویر کامل رو میایم جارو میکنیم روی سطح. پس اگه نگاه کنید اینجوری داره یه جوری سطح رو اسکن میکنه، جارو میکنه مثل یه قلمو. این کاری که میکنه اینه به ما پیکسل بیشتری میده، یعنی شما ناچاری وقتی یک واحدتون محدود به 3 مگاپیکسل، حالا مجبور این واحد رو سطح بکشی و اینجوری ردیفی بیای به تصاویر بزرگتر و بزرگتر برسی. خب حالا من یه سری هندسه ها رو نشون میدم که ما تا حالا پینت کردیم ولی خود پینتر رو نمیتونم نشونتون بدم هنوز. اینا اگه نگاه کنین داخل این هندسه‌ای که میبینین واحد سازندش اینه و هر کدوم این واحدهای سازنده تو دل خودش دوباره کلی از این در واقع باریک، اعضای باریک در واقع مثل حالت یه تیر توی ساختمون رو دارن که ضخامت اینا 20 میکرونه، یعنی یک پنجم ضخامت موی سره و اینها هر کدوم این واحدها رو دوباره اینجا میبینین تکرار داره میشه تو ابعاد مثلا چند سانتی متر. خب و این همون تصویریه که من راجبش صحبت کردم باهاتون. میبینین که اون تصویر پروژکتور رو ما داریم اینجوری جارو میکنیم روی سطح که بتونیم اینو بگیریم، چون به شکل عادی نمیتونیم با یه تصویر پروژکتور تموم این سطح رو پوشش بدیم. پس در واقع این اتفاقی که میفته اینه که به این شکل ما تصویر رو گسترش میدیم و به همین شکل هم دوباره نور رو میتابیم. حالا من یه تصویر دیگه نشون میدم که این توی ژل هستش، اون قبلی که دیدیم پلیمر سخت بود، ولی اینی که میبینین یه واحد تکرار شونده تو ژله و این شبکه موجگی داخلش رو میبینین که تو چه ابعاد بزرگ، این هم در حد 2.5 اینچ
ابعادش هست، هنوز ابعاد کاملی نیست که ما میتونیم تولید بکنیم. ما تو ابعاد 5-6 اینچ میتونیم تولید بکنیم که میشه یک قلب کامل یا یک در واقع بافت شش کامل. پس این روش به این شکل میتونه این مشکل رو حل بکنه. من یه ذره خلاصم راجع به روش دیگه میخوام صحبت بکنم. این روش هایی که من تا الان گفتم همشون لایه هست. یعنی شما یک لایه رو میان در واقع تبدیل میکنید و بعد میرین جابجا میکنید لایه بعدی و لایه بعدی. و همه این روش ها متاسفانه به لحاظ زمانی طول میکنه. شما یه دونه قلب رو بخواید تولید بکنید یه چیز حدود 2.5 روز باید این پرینتر کارش رو انجام بده. ولی خب مسئله سرعت همینجوری که میریم به سمت جلوی مسئله جدی میشه تو هزینه ای که برای تولید این بافتا هستش. هرچه من هنوز وارد چالش این که سلولا رو از کجا میاریم نشدم، ولی جدا از اون فعلا ساخت خود این ماتریسی که سلولا قراره توش قرار بگیرن، دارم راجع به اون الان حرف میزنم، زمان خیلی فاکتور مهمه. و خارج از بحث زمان، نرمی اینا وقتی میره از یه حدی بیشتر، گفتم اون تغییر فرم حتی تو حالتی که پایین میکشین جسم رو میتونه خیلی مختل بکنه فرآیند. ایدئال اینه که شما یه فرایندی داشته باشین که این فرایند یک جا بدون هیچ لایه کل حجمتون رو تولید بکنه و این تغییر فاز از مایع به جامد تو همه جای حجمتون به صورت یک زمان و همزمان و یک جا صورت بگیره. اما خب چجوری میشه این کارو کرد؟ ما خیلی راجع به این فکر کردیم تو بیکری و بعد چند سال تحقیق کردم راجع به این، استاد من تو گروهش بالاخره یه ایده مطرح شد که اگه بتونیم این واکنش رو که الان شما یه تصویر دو بعدی رو میندازیم و توی یک لایه دو بعدی محدود هستش، بتونیم تو کل حجم انجام بدیم. یعنی اگه میشد نور رو به تموم حجم رسوند همزمان، یعنی نقطه نقطه حجمتون تابش بگیره، اون وقت میتونستیم این واکنش رو یک جا ایجاد کنیم. اما خب چجوری میتونیم یه تصویر سه‌بعدی ایجاد کنیم مشکل اصلی بود. برای انجام این کار راه حلی که ما پیدا کردیم استفاده از سیتی بود. یعنی همون سیتی اسکن که باهاش آشنایی دارین، من الان بهتون میگم چجوری اونو تبدیل کردیم به روش ساخت. خب تو سیتی اسکن چه اتفاقی میفته؟ تو سیتی اسکن شما مریض میره داخل یه تونلی که اینجا یه دوربین هست که با سرعت داره دورش میچرخه. این دوربین کاری که میکنه اینه از زوایای مختلف میاد عکس میگیره از مریض و این تصاویر زوایای مختلف رو تو نرم افزار میان کنار هم میچینن و هندسه سه‌بعدی رو تولید میکنن تو نرم افزار. حالا اگه برعکس ما میتونستیم همین رو تبدیل کنیم به یه روش ساخت، یعنی بیایم تشعشعاتمون رو از زوایای مختلف، به جای اینکه فقط از یه زاویه نور بتابونیم، از زوایای مختلف نور رو بتابونیم و اون وقت این نور که میاد میگذره از توی جسممون از زوایای مختلف، داخل جسم شما یک برهمنهی، یک جمع شدنی از این نورای مختلف دارین و اون موقع نقاطی که نور از همه زوایا میاد و اونجا رو هم انباشت میشه خیلی بیشتر شدت، یه جایی که نور نیستش از زوایای کمتریه کمتر شدت و در نتیجه شما میتونین هر هندسه دلخواهی رو که دارین، مثلا فرض کنین میخواین یه کره رو تولید کنین، اگه بیان یه تصویر دایره رو از همه زوایا بتابونین و اینها رو بیان همپوشانیشون رو تو مرکز ببینین میشه یه کره. خب شما هر هندسه دلخواهی رو میتونین با تنظیم این تصاویر دو بعدی تو مرکز این تشعشعات ایجاد کنید و همین کار رو هم اینجا ما انجام دادیم. فقط این که خب نمیتونستیم بی نهایت تا پروژکتور اونجا داشته باشیم، به جاش پروژکتورمون سر جاشو داریم جسم رو میچرخونیم و انگار تو هر زاویه که این میچرخه شما یه تصویر رو از این فیلم داری به این نشون میده و همون اثر رو داره. حالا من الان توی این ویدیو نشون بدم یه ذره واضح تر میشه که این به چه شکلی هستش. دیگه آخرهای ارائه هم هستش، دیگه فکر کنم زمان کم نمیاریم. شما پس اول این تصاویر رو تولید میکنین و بعد این تصاویر رو که درست مثل سی تی اسکن هستن، اینو میتابونین توی حجم اون مایعتون
و همینجوری که داریم میتابونین انگار یه فیلم داریم پخش میکنین و تو هر زاویه این یه تصویر میبینه و همینجوری که میچرخه اینا داره انرژی جمع میشه تو اون حجمتون تا اینکه وقتی به اون حد ترشهولد خاص رسید تو نقاط مختلف این تبدیل میشه به جامد، مایه‌ای که اضافی است و خارج میکنین و حجمتون باقی میمونه. مزیتی که این داره اینه که دوباره این جسمتون شناور و قوطه‌ور هست توی مایه و هیچ وقت دچار تغییر فرم نمیشه. اینم تو واقعیته که این فیلمیه که چجوری اتفاق میفته، نور رو داریم میتابونیم و این دوران میکنه و همینجوری تصاویر مختلف، و اگه دقت کنیم این یک دقیقه طول کشید که یه هندسه‌ای با این ابعاد حدوداً 2 اینچ پرینت بشه. و برای اینکه شما یه بافت مثل قلب رو تولید بکنین فقط حدوداً 1 ساعت و نیم زمان لازمه و این الان قرار نیست اتفاق بیفته. واقعیتش اینه این پیچیدگی‌هایی داره که ما هنوز داریم روش کار میکنیم برای اینکه اینو بشه تو ابعاد بزرگتر انجام داد، ولی توی 1-2 سال آینده یه ورژنی از این رو امیدوارم داشته باشیم که بتونه تو ابعاد 5-6 اینچ که برای بافت لازمه کارشو انجام بده. الان تو ابعاد 2-3 اینچ هستیم، یعنی یه کلیه مثلا میتونیم با این تولید کنیم، اونم با دقت 100 میکرون 200 میکرون. فعلا 1-2 سال فاصله هست با این، و توی این مدت اون یکی تکنولوژی که بهتون گفتم فعلا میتونه خیلی هم مسیر رو هموار کنه، کنتر، هزینه بیشتر، طولانی تره، ولی جوابگو هستش برای اون. خب من نشونتون بدم چه هندسه هایی با این میشه تولید کرد، انعطاف پذیری اونها و یه ذره از این که با این هم دوباره میشه همون هندسه های مویرگی رو تولید کرد. حالا اینجا چند تا نمونهش رو داریم میبینین که توش شبکه هست و اینجا داریم ساختش رو میبینین تو اون پنل سوم که چجوری در حال دوران این یهو این به وجود میاد و بعد شما میتونین خارج بکنین از اون مایه و توش تزریق بکنین خون یا اون سیالی که مد نظرتون هست و دوباره اینی که بعدن اتفاقی که میفته اینه حالا سلولار شما یا تو این تزریق میکنین یا در حین ساخت سلولای شما تو این مخلوط هستن. این نقاطی که میبینین سلولا هستن و این سلول ها همینجوری ایمبد شده یه جوری داخل این ماده حبس میشن و بعد میان خودشون بافت خودشون رو تشکیل میدن که حالا اینو راجبش دیگه فرصت نیست من خیلی صحبت کنم راجع به بخش زیستیش، ولی این سلول ها بعد میان تشکیل میدن شبکه های مویرگی خودشون رو و بقیه داستان که چه شکلی اینا تبدیل میشن به یه بافت. خب این در خلاصه من بخوام جمع‌بندی بکنم این قضیه رو، روش های ساخت سبودی خب خیلی با قول و قرار و آرزوهای زیاد اومدن و برای مواد نرم هم به طور خاص خیلی امیدواری هست بتونن مؤثر باشن، ولی مسئله باز همین اینتراکشن فیزیکی، این برهمکنش فیزیکی با ماده است که با روش هایی که به کمک نور اون مود انرژیشون در واقع نیازش برطرف میشه این امیدواری رو به اون میدن که دیگه اون اینتراکشن فیزیکی و همکنش فیزیکی وجود نداشته باشه و بتونیم هم به لحاظ سختی اون مواد خیلی به الاستیسیتی های در واقع بالاتر بریم و همینی که به لحاظ اینی که حجم و ابعاد فیزیکی این مواد رو بتونیم به اون حجم مد نظر برسونیم و هم دقتشون رو، چون دقت قطعاتی که با نور تولید میکنین تو ابعاد طول موج نوری، یعنی میشه تا حتی نیم میکرون و حتی 1/4 میکرون، حتی تو سیلیکون که مثلا الان اکثر چیپ ها با اون ساخته میشه تا حد نانومتری میشه رفت با استفاده از UV و دیپ UV. همه این مسائل اونجا از بین خواهد. اما باز همونجوری که گفتم اینو یادآوری میکنم، مشکل تو هندسه خلاصه نمیشه. این هندسه هایی که ما تولید میکنیم صرفا مرحله اول کاره. سوال بزرگتر اینه این سلولا رو از کجا میاریم، چجوری تکثیرشون میکنیم و بعدش اینها رو چه شکلی رشد میدیم توی فضای اینکیوبیتور که خودش برای خودش داستان خودشو داره. مرسی از توجهتون، ببخشید یه ذره خسته کننده و طولانی شدش، ولی امیدوارم لذت برده باشین. خوشحال میشم اون سوالاتونو بشنوم. مرسی. مرسی حسین جان، واقعا عالی و خیلی جالب بود. من قبلا
تجربه شنیده بودم ولی باز هم واقعا خیلی لذت بردم، کلی چیزهای جدید یاد گرفتم. خب بچه ها الان وقت پرسش و پاسخ هست، میتونین خودتون آمیز کنین، سوالتون رو بپرسین از حسین یا اینکه چیه چت سوالتون رو برای حسین بنویسین و من میخونم براش. حسین جان خیلی ممنون از ارائه خوب و شفافت، اصلا دنیای جدیدی به ذهن من شخصا وارد کردی، باز کردی. مرسی. سوالی برام پیش اومد، وقتی یک اندامواره، یک اندامی با اون همه مویرک‌های ریزی که داره و مثلا خون ازش داره رد میشه، این بالا و پایین رفتن این دما گاهی سبب میشه که این مویرک ها مثل بند رخت شکم بدن، به هم نزدیک بشن، انقباض و انبساط صورت بگیره و اینا جمعاً سبب یک حالات روحی روانی میشن توی آدم. این اندام هایی که به صورت شبیه سازی شده ساخته میشه شامل همین حالات هست یا نه دیگه ازش این حالات رو میگیرن؟ آره جان، آره سوال خوبیه. ببین این مزیت روش های سنتز بافت و آزمایشگاه در آینده حالا 10-20 ساله اینه که حتی میتونیم فراتر از اون کاربری که از یک بافت توی بدن ساطع میشه، میتونیم کاربری های فرا انسانی ازش، یعنی میتونیم خیلی خواستی که بعضا ایراد ایجاد میکنه، مثلا گرفتگی رگای قلب رو میشه از بین برد با استفاده از خواص مهندسی شده، یعنی این مزیت رو داره که میشه اینها رو جابجا کرد. اما موادی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، یعنی این ژلایی که میبینی، متاسفانه اونام از همین جنس تغییرات رو دارن، یعنی اتفاقا حساس به دما ان، اتفاقا منقبض منبسط میشن، اتفاقا تحت تاثیر نیروهای گرانشی و همین انعطاف پذیری زیادشون میتونن تغییر فرم بدن و این رگا بعضا بسته بشن. ولی میشه در واقع این رو مهندسی کرد چون که اون مسائل رو حتی پوشش داد. بسیار خیلی ممنونم حسین جان. مرسی از توجه. دو رفت دستشون رو بالا کردن فکرم و روژان هم دستش بالا. روژان جان میتونی خود رو انگیز کنی سوال رو بپرس. مرسی مینا. حسین باز من تشکر میکنم، خیلی ارائه خوبی بود. من واقعا در این حد دیتیل از تری فیتینگ نمیدونستم، خیلی جالب بود. من حالا یک دو تا سوال داشتم. یه سوالم این بود که در مورد اون اسلایدی که یه شکل تری پرینت شده نشون دادی که داخل خودش دوباره یه بافت خیلی پیچیده‌ای بود. آها اون هندسه تکرار شونده مال اون اوکتت خواننده رو فکر کنم ببین. این سوالم خیلی در مورد این مورد خاص نیست، کلا سوالم اینه که برای این کارهایی که ممکنه اپلیکیشن بایو داشته باشن چطوری میشه میک شور کرد که اون محصول نهایی دقیقا همون بافتیو داره که ما میخواستیم؟ یعنی سخت مثلا توی یه چیزی که اینقدر پیچیدگی داره مثلا بشه چکه، ولی کلا برام سوال تو 3D پرینتینگ چطور میشه میک شور کرد که مثلا این واقعا درست همه چیزی که میخواستیم؟ درست، خیلی سوال خوبیه. من اول این رو بگم که یه مسئله و مشکلی که وجود داره و اگر الان برین شروع کنین راجع به اخبار 3D پرینتینگ و بایو پرینتینگ بخونین، خیلی راجبش گره ذهنی براتون احتمال ایجاد میشه. این که خیلی ها ادعا میکنن که مثلا این قلب مصنوعی یا چشم مصنوعی یا کلی، ببین فرم یه داستان، همه اینی که من حرف زدم فرم و هندسه بود. واقعیت قضیه تصویر خیلی بزرگتر از هندسه به تنهایی، یعنی شما اگه تونستین این هندسه مویرگی رو تولید کنین، اومدین صرفا تقلید کردین از اون چیزی که تو طبیعت هست. حالا بعد این قضیه ما کاری که میکنیم تو این مرحله صرفاً اینه که تست میکنیم این رو، ببینیم آیا عبور میده جریان خون رو، آیا توش لخته میشه خون یا نمیشه. این بزرگترین چالشه که ما داریم، لخته شدن خون تو اینا. چون اگه شما بتونین هول بلاد یا خون واقعی رو تو این تزریق کنین و لخته نشه،
یعنی کم کم میتونیم توی این سلولا رو تزریق کنیم و سلولا رشد کنن. و ما یه سری برای خودمون یه متریکایی داریم، یه معیارایی داریم که این الان عملکردش مناسب هست یا نه، مثلا همین لخته نشدن خون، مثلا همین که گذردهی اکسیژنش در یه حدی هست یا نیست، مثلا اینکه سلولایی که توی این بافت در واقع ایزوله شدن رو شما میتونین زنده نگه دارین تا یه ماه یا نمیتونین. یه متریکایی داریم و این نهایتاً اینی که این عملکرد این بافت مثل اون لوب کوچیکی که نشونتون داشتم داشت همینجوری میتپید و اکسیژن خون رو تأمین میکرد، آیا واقعا کارش رو فانکشنش رو داره انجام میده یا صرفا فرمو داره؟ این یه سوالیه که باید شما برین وقتی بافت رو کامل تولید کردین، حالا بیاین دو هفته این رو کشت بدین، سلولا رو توش به تراکم 100% برسه و اون موقع تازه بیاین تستای فانکشنال روش انجام بدین. به خاطر همینه که من نمیخوام خیلی امیدواری علکی کنم. این یه مسیر 10 ساله 15 ساله هستش. اگه یعنی من خوشبینانه نمیگم، بدبینانه هم نمیگم، 10-15 سال چیزیه که زمان میبره که همه این مراحل طی بشه. و این مرحله اوله که شما هندسه، ممکنه ما به جایی برسیم بگیم اصلا لازم نبود این هندسه، خیلی با هندسه ساده تری میشد اینو، طبیعت داره به این شکل انجام ده، لزومی نداره ما به این شکل انجام ده. ولی فعلا تو مرحله اول ما زده دستمون بسته است و این مسیر رو به لحاظ منطقی داریم طی میکنیم. مرسی، خیلی ممنون. یه سوال دیگه بپرسم در مورد اون متدی که همین پروجکشنش سه‌بعدی بود، این سوالم اینه که از نظر سرعت این چجوری مقایسه میشه با اون حالت قبلی که لایه لایه تقریبا بالا میرفت؟ خیلی سوال خوبی. ببین دلیل اینه که سرعت این پروسه، ببین از لحاظ سرعت بین 100 تا 1000 برابر سریع تره از فرایند لایه‌ای. حالا من الان میگم چرا اینقدر سریع، یعنی چرا شما به جای اینکه 70-80 ساعت طول بکشه تو یه ساعت میتونین یه حجمی به اندازه مثلا یه توپ بسکتبال رو تولید کنین. دلیلش اینه که توی اون حالت لایه‌ای شما محدودی به فیزیک ماده، چون داری اینو جابجا میکنی، باید این تو هر استپ که لایه رو جابجا میکنی اجازه بدی ماده دوباره به جای خودش برگرده و به حالت تعادلی برسه و دوباره به لایه بعد. یه مشکل دیگه ای که هستش اینه که انرژیتون خیلی جذب میشه، چون شما عمدن کاری میکنین که خیلی از انرژی به هدر بره که این محدود بشه به یه لایه نازک. تو این حالت سه‌بعدی به این دو دلیل، یعنی اینکه شما نور داره تمام حجمتون رو بهش انرژی میده همزمان و هیچ انرژی هدر رفتی ندارین که بخواید محدود بشه به یه لایه، و دوم همینی که در واقع شما به لحاظ فیزیکی این سر جاش هستش و میتونین با هر سرعتی که میخواین انرژی رو بهش منتقل کنین، محدود نمیشین به خواص مکانیکی ماده، به خاطر این میتونین خیلی سریع این تبدیل حالت رو انجام بدین. یعنی حدودا 100 تا 1000 برابر آنالیزیه که ما انجام دادیم برای یه ابعاد 6 تا 12 اینچ میتونه این سرعتتون رو افزایش بده. و این رو ما توی این نمونه‌ای که توی ابعاد میگم 2 اینچ مثلا پرینت شده به وضوح می‌بینیم. این تو حالت عادی 20 دقیقه طول می‌کشه همین قطعه کوچولو، اینجا 1 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. مرسی، خیلی جوان گرفتم. مرسی گرسون. اگه سوال دیگه داره مثل اینجا من نمیدونم کامنت وحید توی چت دیدی، ولی حالا من میخونم میخواد رکورد چون رکورد بشه. وحید بعد نوشته که This is absolutely insane and mind blowing, love the verse more of the reference, we are so proud of you, keep up that for me. حالا ما همه واقعا افتخار میکنیم به داشتن حسین توی جمع منو برای اینکه میشنسیمش. آره تو وستفوردین اتفاقا تو وستفورد هم یه برداشتی داشتن از این که به چه شکلی این کار رو میکنن که جالب بود. اتفاقا این رو میومدن توی یه تانکی میبردن و بعد با اکستروژن اینو میومد الیاف رو تولید میکرد که همون حالت سه‌بعدیشه، ولی داشت تو فضای سه‌بعدی این الیاف رو تنیده میکرد که حالت جالبی بود. ببخشید مینا داشتی میگفت.
من میخواستم بگم که من در روی فیلم صحبت کردیم، من توی اینستاگرام دیدم که خودت یه فیلم کوتاهی درست کرده بودی چند وقت پیش. چی شد که تصمیم گرفتی یک فیلم کوتاه درست کنی؟ خوشحال میشم اگه روی شما صحبت کنی و اگه دوستان رو حالا من دوستان فیلم رو دیدن یا نمیتونیم با هم دیگه فیلم رو ببینیم. فکرم کوتاه 5 دقیقه است که خیلی به نظر من جالبه و اگه موافق باشیم بریم درجایش صحبت بکنیم. من امیدوار بودم وقت کم بیاد دیگه به فیلم نرسیم بگیم که دیگه اینو بذاریم. چرا؟ ولی نه الان فکر کنم آره 5 دقیقه وقت داریم فکر کنم یه 4 دقیقه میتونم اینو من براتون پخش بکنم رو کامپیوتر هستش، ولی 4 دقیقه فکر کنم وقت داریم. اوکیه؟ آره حتما چون که من خوشحال میشم که باشه. 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 من از این خارج بشم. هنوز تصویر من دارین؟ بله. این صدا رو نمیدونم منتقل میکنه یا نه الان. وقتی که میخوای اسکرین رو تو شیر کنی یه آپشن شیر ساوند داره. الان میشنوی این صدا رو الان؟ بله بله.
مرسی، مثل این کسی بودم با ما شروع کردی. حالا من میدونم که الان نها دو دقیقه فکر خوده از زمان میتونم به ما گذاشته، ولی اگر دوست داری میتونی کوتاه برام توضیح بدی که چی شد این خیلی سختی و هر چی که خود دوست داری میتونی راجبش با ما شروع کنی. آره، اینو حالا یه ذره زمانم گذشت، فکرم بچه ها ممکنه دیرشون بشه اینا. حالا من خلاصه میگم، واقعیتش یه ذره من حس کردم این وضعیت کووید و کرونا داره عادی میشه. این خیلی ما ساده این کنتراست بین وضعیت قبل و بعدش رو داریم فراموش میکنیم بعضی موقع. بعد به این فکر افتادم که یه در واقع گذری نشون بدم از اون وضعیت عادی قبلش، از اون وضعیتی که هم تو سطح اجتماع، تو سطح خانواده، تو سطح دوستا روابط اجتماعی وجود داشت، و سعی کنم تو چند تا فریم فقط این رو به تصویر بکشم و بعدش چجوری همه فضا خالی شد، چجوری این ارتباطات از بین رفت، و بعد میاد سراغ یه بعدی یه دقیقه یه دقیقه و نیم آخر راجع به داستان شخصی که حالا دیگه الان دیگه انقدر اتفاقات ناراحت کننده افتاده که این حتی عادی شده، این حتی این داستان، و یه ذره عمیق‌تر میره تو زندگی یه نفر و این که چجوریه. حالا نمیخوام خیلی جزئیات اون آخر و برداشتی که ازش هست و اینا، ولی قضیه همین بود. یعنی و جدا از این، من یه موضوعی هستش که حالا بعضی از شما هم شنیده باشین، دوستم راجبش در واقع یه فیلم تولید کنم که یه اتفاقیه که برای دانشجوی میفته اینجا و خیلی اتفاق ناراحت کننده ایه، ولی مرتبط با شرایطی که به وجود اومده برای همین داستانایی که بود و رفت آمد خانواده و اینها، و دوست داشتم اون رو فیلمنامه‌اش رو بنویسم و تولید کنم و هیچ تجربه‌ای نداشتم تو این زمینه. این یه جور حالا یه سکانسایی شد دیدین که این در واقع مال خودم نبودش، از پابلیک دومین چیز گرفته بودم، در واقع از این رویالتی فری ویدئوها یا افراد دیگه گرفته بودن، ولی تقریبا 70%ش فوتیجی بود که خود من گرفته بودم تو مدت‌های مختلف. می‌خواستم بیشتر یه تمرین بشه برام، هم از کاد بندی و فیلم برداری، هم از این که چجوری ادیت بکنم فیلم، و واقعا یه تجربه خیلی لذت بخش شد. یعنی با وجود اینکه پروژه کوچیک و خلاصه‌ای بود، ولی واقعا توصیه میکنم دوربین بگیرین دستتون، اتفاقایی که میبینین الان براتون عادیه، شروع کنین فیلم گرفتن، شروع کنین کادر خودتون رو بسازین، و بعد چند سال دیگه که بهش نگاه میکنین میبینین خود اینا کنار هم یک داستان رو روایت میکنه. و جدا از این، دوست داشتم یه تمرینی بشه برای اون موضوعی که حالا میگم برای شما مثل آرش جان در جریانی، خیلی دوست دارم راجع به اون موضوع فیلم کوتاه 5 دقیقه تولید کنم. میخواستم یه ذره با اصول و ادبیات داستانگویی تصویری آشنا بشم و این خیلی تمرین خوبی بود برای من. حالا میگم خیلی ایرادات و اینا ولاد فنی زیاد داره، ولی حالا چون گفتی گفتم حالا مناسبت هم داره با این داستان کووید و اینا، واقعا ناراحت کننده است. هم مثلا یادت تگزاس که ما هستیم، برداشتن الان قید پوشیدن ماسک رو، آدم تعجب میکنه چجوری انقدر زود افراد با این شرایط عادت میکنن و یادشون میره که چه وضعیتی رو چه در واقع قربانیایی داد اون اوایلش، همش فراموش میشه. حالا شاید چند سال دیگه هم به این نگاه کنیم برامون عجیب باشه، ولی دوست داشتم این یه ذره خیلی سریع اون کنتراسته به تصویر کشیده بشه. خیلی ممنون حسین جان. فکر کنم خیلی ها دستش بالاست. خیلی ها جان میتونی کنتران میتونی چیده پرسی اگه میخوایی سوالت رو زید چست بمیتونم. آره سلام بچه ها. اول میخواستم تشکر رو کنم از حسین، هم به خاطر پریزنتیشن خیلی خوبی که داد، خیلی ساده و قابل فهم بود. فکر میکنم که برای کسایی هم که توی این فیلد سررشته‌ای نداشتن خیلی خیلی خوب بود. بعدم
حسین من خیلی لذت بردم از فیلمی که ساخته بودی. نه اولین باری بود که می دیدمش راستش رو بخوای. من الان تو فرودگاه هم بودم و الان نشستم تو ماشین پریزنتیشن هم توی هواپیما دیدم. ولی خیلی برای من جالب بود. حالا پریزنتیشن که قبلا گوش داده بودم ولی فیلم رو قبلا ندیده بودم و خیلی لذت بردم. و چیزی که برای من جالبه راستش اینه که تو خیلی راحت مثلا میگی آره پیشنهاد میکنم بهتون که دوربین بگیرین دستتون و برین فیلم بگیرین و اینا. و من خودم توی حالا لنگویج خیلی ساده میگه تو کف این بودم که تو با هیچ تجربه‌ای که از قبل نداشتی چجوری تونستی همچین فیلمی رو تولید بکنی؟ که سوال اولم ازت این بود که خودت فیلم برداریشو کردی یا نه، که اونو جواب دادی گفتی 70% مال خودت ولی بعضیش از جاهای دیگه برداشتی، پابلیک رکورد برداشتی. و خب میخوام ببینم که اصلا چجوری شروع کردی این کارو برای کسایی مثل ما که حالا حرفه اصلیمون چیز دیگه ایه و اصلا شاید فیلمی که توش کار میکنیم هیچ ربطی به فیلم پروداکشن و کارهای هنری نداشته باشه، شاید قابل تصور نباشه که همچین چیزی رو جرأتش رو پیدا بکنیم که به طور حرفه‌ای بهش اپروچ بکنیم. چی شد که تصمیم گرفتی؟ واقعا خیلی ادمایرت میکنم تصمیم گرفتی همچین کاری رو شروع کنی و فیلم بسازی، فیلم بدی بیرون، و اینکه اصلا سکیلاش رو از کجا یاد گرفتی، چجوری اصلا اپروچش کردی؟ مرسی هیدری جان، محبت داری. میگم الان من سعی میکنم مختصر اینو توضیح بدم. یکی این که فیلم سازی اونجوری هم که فکر میکنین، یعنی نمیخوام اصلا به هیچ وجه بگم که فرآیند، یعنی به لحاظ تخصصی خب تخصصیه که مثل هر تخصص دیگه نیازمند مطالعه و تحصیلاته، ولی چون یه فرم هنریه شما میتونی، هر کسی میتونه از زاویه دید خودش دوربین گوشیش و آیفونش رو یا هر گوشی دیگه که داره بگیره دستش و یه کادری رو به تصویر بکشه که اسکار ببره با اون. کما اینکه خیلی از جوایزی هم که قبلا برده شدن شما میبینین که اصلا نیاز به تجهیزات خاصی هم نداشته و طرف صرفا یه داستان داشته که اون داستان انقدر قوی بوده که اصلا پوشش میده بقیه چیزا رو. دیگه مهم نیست اینجا میدیومتون یه در واقع دوربین گوشیه یا اینی که واقعا یه دوربین مثلا آی مکسیه که کریستوفر نولان فقط بهش دسترسی داره. به خاطر این اولین چیزی من گفتم دوربین رو بگیرین دستتون، منظور همین دوربین گوشیه، ولی یه ذره حرفه‌ای تر بهش نگاه بکنین، یه ذره بین بخونین راجع به ویژوال استوری تلینگ، مثل به اصطلاح فارسی میشه داستانگوی تصویری، این که چجوری شما میتونین با کمترین اجزا توی یک کاد یک داستان رو منتقل کنین به بیننده، این که باید به چه چیزایی توجه بکنین، و بعد که میایین اینا رو میذارین کنارم لذت میبرین از این که انگار یه زبان جدید در اختیارتون گذاشتن و اون زبان صرفا عکس نیستش، ویدئوه. ما ویدئو رو معمولا باش خیلی رابطه نداریم مگه اینکه مثلا سفری میریم یه جایی یه فیلم میگیریم، هیچ وقت از ویدئو به عنوان زبان استفاده نمی‌کنید. در حالی که شما توی یک سعی بکنید توی قالب یک دقیقه‌ای داستان یه زندگی رو منتقل بکنید، صرفاً میتونه توی یه اتفاق خیلی ساده باشه. من خودم واقعیتش آره خب خیلی میترسیدم، فکر کنم یکی این که خب هزینه خیلی زیادی داره، دو این که خب سوادشو ندارم، ولی بعد اومدم شروع کردم. راستش رو بگم تو یوتیوب خیلی ریسورس زیاد هستش راجع به این، بهترین ریسورس هم میزگیردهای کارگردان ها و در واقع سینماتوگرافر ها عکس برداراشون تصویر برداراشونه که میان میشینن صحبت میکنن راجع به این که چطور شد که این فیلم رو ساختن و چطور شد از یه داستان و یک اسکیچی که حالا میان اینا سیاه و سفید میان تصویر میکشن و بعد از روی اون میرن فیلم اصلی رو میسازن، رسیدن به یه محصول نهایی. و بعد میبینی که اتفاقا افرادی مثل اسکورسیزی، اسپیلبرگ اگه نگاه کنی اولین کاراشون تو دوران دانشجوییشون یه فیلم کوتاه یه دقیقه ای دو دقیقه ایه که هم شما هم میتونین اینو بگیدین، ولی صرفا
یک ایده پشت قضیه است، داستان پشت قضیه است، نه تجهیزات زیاد، نه امکانات زیاد. من خیلی از اون صحنه، مثلا اونی که استادیوم رو میبینی، درهای استادیوم رو جلو عقب میره با یه ریگی که اینجا هستش $30-$40 بود از آمازون، یه موتورایز چیزه که این روی این یه دونه از این در واقع این گیمبالایی رو که میاد سه درجه آزادی داره که اون حتی خب اون یه زگرمیتر بود $120 بود، موبایلم روی اون داشتم و اون با موبایل فیلم برداری شده. یا مثلا برای خیلی از اون فوت جایی که هوایی بود من درون حرفه‌ای نداشتم، اجاره کردم یه درون حرفه‌ای برای یه روز و خیلی راحت بعد یکی دو ساعت تست کردنش تونستم. اونقدر سخت نیست. بعد استفاده از استاک فوتج و تصاویری هم که چیزه اصلا شیرادی نداره، شما داستانتون رو میخواییم منتقل کنین، خیلی وقتا ندارین همه این سکانس ها رو و حالا کرونا هست، حالا دسترسی نیسته. شما مثلا تصاویر اولش به وضوح از جام جهانی فرانسه بود که شلوغی رو نشون میداد و اینا رو شما خب اشکالی نداره جایی که لازم دارین برین و از حالا اگه نیاز هست لایسنسش رو بگیرین از اون که تصویر رو گرفته، یا اگه رویالتی فریه برین استفاده کنین از اینا کارتون را میدازه، و این سعی کنین داستان رو بگین، سعی کنین در حد چند دقیقه هم که شده یه با این رو تجربه بکنین و یه داستان رو به تصویر بکشین. من ازم خیلی ساده تر از اون که فکر میکنین هست و این نمیخوام به هیچ وجه بگم فیلمسازی کار ساده ایه، این منظورم این نیست، اینه که شما بخواین داستانگوی تصویری بکنین کار بسیار ساده و شدنیه. مرسی حسین، من که خیلی لذت بردم واقعا، به افتخار میکنم. مرسی یا جان، دوسته حسین جان. خانم کامیلا پاشایی هم دستشون بالاست. کامیلا جون خودتون رو آنمیوت کنید، سوالی رو که بپرسید. سلام، من متاسفانه دارم رانندگی میکنم و صوتی برنامه رو دارم دنبال میکنم و حتی نتونستم فیلم و اسلایدار رو ببینم، گوش میکردم. برام خیلی جالب بود فیلم، علاقه شما به فیلم سازی. استیو جابز میگفتش که من یه دوره‌ای رفته بودم کلاس خطاطی و اگه اون کلاس رو نرفته بودم اپل این شکلی که داشت از جهت گرافیکی و این ظرافت رو پیدا نمیکرد. حالا فکر میکنین دید متفاوت شما توی فیلم سازی چه کمکی توی حرفه اصلیتون کرده مهندسی؟ مرسی. آره این حرف درسته، اینو من شنیدم. اون کالیگرافی که استیو جابز کار کرده بود، اون ظرافت در واقع نوع اون یوزر اینترفیس و نوع تصویر سازی اون خیلی تاثیر گذاشت. راستش رو بخوام یه ذره سخته بتونم الان رابطه بین این دوتا، میگم من این رو واقعیتش به عنوان یک چیزی که از خیلی وقت من خب به عنوان کسی که فیلم میبینم فیلم رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که بخوام مثلا وقت بذارم برم یه چیزی رو فیلم برداری بکنم و اینا. یه جوری نمیتونم الان چون تو اون حدی هم این رو پیگیری نکنم بخواد تأثیرش رو نشون بده، ولی یه چیز جالبی که بزنم رسید این بودش که الان مثلا بیشترین کیفیتی که ما تو سینما میگیم آیمکس، آیمکس کیفیتی که داره حدود 30 مگاپیکسل. این تصاویری که من بهتون نشون دادم برای این 3D پرینتر ما لازم داریم حدودا 65 مگاپیکسل هر کدوم این فریما. نمیدونم واقعا یه روزی از اون تکنولوژی تو فیلم سازی بتونم استفاده بکنم یا نه، ولی واقعا الان گیر کار فیلم سازه وقتی میاد رو صفحه بزرگ سینما تکنولوژی تولید تصویره و این تکنولوژی تولید تصویر شاید بتونه از همین ایده‌ای که ما الان یه حالت دیتور گرفتیم از تو 3D پرینتینگ داریم دنبال میکنیم پروژکشن و تکنولوژی های پروژکت کردن و ممکنه یه روزی برگرده به همون حوزه اصلیش که توی تولید تصویره و برای استفاده های و واقعا اگه روشی برای هندل کردن و منیج کردن یه همچین دقت تصویر ما بتونیم پیدا بکنیم، شاید اونجا مورد استفاده قرار بگیره. حالا این به صورت برعکس اون چیزی است که شما اشاره کردیم، ولی قطعا اینو تاثیر میذاره. یعنی ما مجموعه ای از اتفاقات هستیم هر کدوممون که به صورت یکتا تعیین میکنه که چجوری در مواجهه با یک مسئله راه حل پیدا میکنیم،
و به نظرم مجموعه این تجربیاتی که پیدا میکنیم در مواقع و موقعیت‌های مختلف که باعث میشه هر کدوم ما یه پاسخ مختلف بدیم به یه مسئله و قطعا یه جای این خودش رو نشون میده. حالا من که میگم کار خاصی نکردم، اینو صرفا در حد یه سرگرمی بود بیشتر، ولی قطعا اینجوری هست. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. خواهش، مرسی. خب بچه ها سوالی نداری؟ پیشنهادی انتقادی چیزی دیگر هست؟ من فعلا میخواستم یه بار دیگه تشکر بکنم از حسین برای اینکه الان به وقت اون ساعت 11:20 شب از سر کار خسته، مرسی که اومدی تو برنامه ما شرکت کردی. خواهش میکنم، برای من باعث خوشحالی و افتخاره که باز با شما دارم الان همه تون هستین، یه جا دارم زمان میگذرونم و اینی که از کارم حرف بزنم خیلی برام لذت بخشه. فهم میبنم خسته کننده و تکراری نبوده باشه این که یه بند شروع کردم حرف زدن راجع به اون بخش چیزش. بارم یه چیزی از توش براتون جذاب بوده باشه، استفاده ای علاقه مندی یه جرقه خورده باشه به این، حالا بیشتر راجبش اطلاعات جمع کنیم کس کنیم. الو ببخشید من میگیرم نمیوتیم ببخشید میخواستم بگم که عالی بود، ممنون واقعا، همش اطلاعات مفید بود که نمون دادی، خیلی ممنون ازت، میدونم خسته ای، مرسی از بقیه بچه ها که اومدن و گوش دادن، میدونم که بقیه برنامه هامون هم پیگیری کنیم و همین، شب خوبی داشته باشیم. مرسی از همه، شبتون بخیر بچه ها. Okay.